سلام، با خبرهای این ساعت طلوع خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 18 ماه جوزای سال 1389 هجری خورشیدی است که برابر می شد با 8 ماه جون سال 2010 میلادی. در این برنامه سیاوش زمینی و تمنا احمد زایرانی است با تازه ترین رویدادهای ورزشی و پیش بینی آب و هوای فردا در استودیوی خبر با خود داریم. در آغاز سرخط چند خبر از کشور. برکناری امرالله صالح، رئیس عمومی امنیت ملی، نتیجه تلاش‌های استخبارات نظامی پاکستان. کشته شدن 10 سرباز خارجی در بخش‌های گوناگون در افغانستان. و متهم شدن احمد ولی کرزی در غصب زمین‌های وزارت دفاع ملی در یک گزارش. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. روزنامه گاردین برکناری امرالله صالح، رئیس عمومی امنیت ملی را نتیجه تلاش‌های استخبارات نظامی پاکستان می‌داند. در این حال امرالله صالح در یک از سخنرانی‌هایش در پارلمان کشور، زندان پل چرخی را بزرگترین مرکز آموزش هراس افغانی در افغانستان گفته بود. امرالله صالح در آخرین گفته‌هایش آینده افغانستان را بسیار تاریک می‌بیند و هشدار می‌دهد تا هنگامی که نهادهای دولتی افغانستان در امانگی کامل کار نکنند، مشکل ناامنی‌ها در افغانستان حل نخواهند شد. امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی، در نشستی که بر روز 8 ماه حوت پارسال بدون حضور رسانه ها با اعضای مجلس نمایندگان داشته است، بر دست داشتن شبکه های هراس افغانانه در پاکستان به ویژه شورای کویته در افزایش ناامنی ها در افغانستان تاکید می ورزد و دولت افغانستان را در این باره و کوتاهی متهم می کند. زندان پل چرخی تبدیل شده به خطرناکترین مرکز تعلیمات دارد. یک طالب را که ما باید دستگیر میکنیم، شش ماه بایش کار تعلیمی بکنیم، تربیتی کنیم، پس عفش کنیم، روان میکنیم در پل چرخی انتحاری فارغ میشیم. آینده از دید ما تاریک است، الا اینکه ما یک نقطه عطف در رشد خود باید. آقای صالح هشدار می‌دهد تا هنگامی که نهادهای دولتی افغانستان برای مبارزه با این پدیده به گونه هماهنگ عمل نکنند، امنیت همیشگی در افغانستان نخواهد آمد. اینجا ما با سارنگان و قاضی عذر میکنیم و پاش خم میشیم که تروریست است. اجده ما را به بر میگیریم بحث و مذاکره که آیا تروریست هست یا این دفتیسه را من انتقاد نمیکنم. این یک دلتنگی افسردگی به وجود آورده. بحث امنیت در افغانستان باید تبدیل و یک زنجیر شود. دفاع، داخله، امنیت، سارنگانی، محکمه، وزارت ادلیه، زندان، پروگرام انکشافی باید زنجیر تبدیل شد. اگر ما به شکل زنجیره‌ای کار نکنیم، در یک زنجیر محکم یک حلقه شب خصوص بود زنجیر نیست، دیگه هم پاشیده. کنار رفتن وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی در رسانه‌های غربی بیشتر بازتاب داشت، چنان که روزنامه نیویورک تایمز به انتقاد شماری از آگاهان می‌پردازد و این تصمیم رئیس جمهور کرزی را یک تصمیم عجولانه می‌داند. این آگاهان به نیویورک تایمز گفتند که کنار رفتن این دو مقام امنیتی نشان دهنده آن است که رئیس جمهور باورش را بر نزدیکترین افراد حکومتش نیز از دست داده است. نیروهای خارجی در افغانستان دیروز سنگین‌ترین تلفات را در ماه‌های اخیر متحمل شدند. در خشونت‌های دیروز در بخش‌های گوناگون کشور 10 سرباز خارجی کشته شدند که 5 تن آنان آمریکایی بودند. بیشترین تلفات برخواسته از انفجار بم‌های کنار جاده گفته شدند. انفجار یک بم کنار جاده بر روز دوشنبه در حال 5 نظامی آمریکایی را در شرق افغانستان کشت که 5 سرباز دیگر خارجی هم در بخش‌های دیگری از کشور در رویدادهای از پا درآمدند. از سوی هم گروهی از انتحار کنندگان بر مرکز آموزشی پلیس در ولسوالی دامان ولایت کندهار حمله کردند، اما این رویداد تلفات به دنبال نداشت. هرچند همزمان با این رویدادها نیروهای کانادایی در کندهار گفتند که به روستایی در نزدیکی مرکز این ولایت رسیدند که مخالفان مسلح دولت در آن نفوذ کامل دارند. این فعالیت نیروهای کانادایی بخشی از عملیات کندهار که از چند بدین سو مورد بحث است دانسته می شود. بزرگترین چالش در برابر ما و نیز تلاش های ما برای محافظت از غیر نظامیان نگرانی از فعالیت های هراس افغانان است. پس ما نباید از اینکه کسانی ما را به گونه مستقیم زیر آتش می گیرند و یا بر سر راه ما مواد منفجر شونده جاسازی می کنند نگران باشیم. یک روز پیش از این انفجار یک بم کنار جاده در ولایت کندهار یک نظامی کانادایی را کشت که با این رویداد شمار تلفات نظامیان این کشور در افغانستان به 147 تن رسید.
در حال حاضر بیش از 2800 نظامی کانادایی در افغانستان حضور دارند که بیشترشان در ولایت کندهار جابجا هستند. یک گزارش وزارت دفاع ملی احمد ولی کرزی را به غصب زمین‌های این وزارت متهم می‌کند. این گزارش نشان می‌دهد که برخی از زمین‌های وزارت دفاع ملی در ولایت کندهار از سوی احمد ولی کرزی و شمار از هوادارانش غصب شدند. در این حال احمد ولی کرزی این اتهامات را بی بنیاد می‌داند. بر بنیاد یک گزارش وزارت دفاع ملی که یک نسخه آن به دست تلویزیون طلوع رسیده است، بسیاری از زمین‌های این وزارت از سوی احمد ولی کرزی و نزدیکانش غصب شدند. بر بنیاد این گزارش، زمین‌های چمن ادراک در ولسوالی دند، زمین‌های شیر سرخ، زمین‌های فامیلی‌های غند 466، زمین‌های لوای 234 ممر، زمین‌های کوبی، ملکیت‌های ساختمانی وزارت دفاع، فامیلی‌ها و زمین‌های ریاست ساختمانی، فامیلی‌های غند 66 دافع هوا، فامیلی ها و زمین قول اردوی پیشین، بلاک های میدان هوایی، زمین ها و تأسیسات لوای 92 راکت، باغ قشله جدید و غند 91 توپچی از سوی احمد ولی کرزی و برخی از کسانی که از سوی وی حمایت می شوند غصب شدند. در این گزارش همچنان از امیر لالی، ملا عبدالباری، دگروال محمد مامک معاون قطعه تأسیسات، بسم الله خان فرمانده پلیس ولسوالی پنجوایی، تحویلدار و سلیم نیز یاد شده است که ملکیت های وزارت دفاع را غصب کردند. اما احمد ولی کرزی این ادعاها را رد می کند و می گوید که این اتهامات سیاسی است. همه اتهامات سیاسی است. اگر سیاسی نیست، چرا ثبوت نیست ده یک مثلا؟ هر کس که یک اتهام وارد می کنه باید ثبوت داشته باشه. شما می تونید یک کس را بدون ثبوت بندی کنید؟ در این گزارش آمده است که 10 محل از ملکیت‌های وزارت دفاع ملی بر بنیاد یک فرمان رئیس جمهور کرزی در سال 1383 تمام جایدادهای قول اردوی نمبر 2 به شهرداری قندهار سپرده شود که از جمله 2022 جریب زمین قماندانی که حفظ تأسیسات جنوب غرب بوده و در بدل آن بر بنیاد حکم رئیس جمهور به شهرداری قندهار هدایت داده شده بود تا این زمین‌ها به قول اردوی 205 اتل تسلیم داده شود، ولی تاکنون این زمین‌ها به آنها داده نشده است. پیش از این لوی سالان ولی دست داشتن احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی را در غصب زمین در کندهار رد کرده و گفته بود که اسناد موثق در این باره وجود ندارد.